حرکت در جوان سریعتر، تصمیم گیری سریعتر، اقدام سریعتر. بنابراین مراقبت و محافظت و خودسازی هم بسیار حساس‌تر است. خودسازی کار سهل و ممتنعی است، هم آسانه هم سخته. اگر در محیطی قرار بگیریم که مناسب باشد، مساعد باشد، میشه آسان. گاهی انسان در یک محیطی قرار میگیره که محیط تضرع و گریه و توجه و همه دلها به سوی خدا، همه اشکها جاری. اینجا حالت تضرع برای انسان آسانتر دست میده دیگه، نیست؟ این محیط مساعده. محیط مساعد خودسازی را آسان میکنه. یکی از محیط‌های مساعد خود مجموعه حالات دفاع مقدس بود. اما محیط مساعد خود بسیج است. شما که تو این مجموعه هستید، در واقع تو یک فضای مساعدی هستید برای خودسازی. تقوا را، خیشتنداری را، دوری از گناه را، انجام فرائض را، نماز خوندن را به صورت فرصتی برای انس با خدای متعال دانستن، توجه به معانی نماز، حضور قلب، تمرکز در حال نماز، اینا ابزارهای خودسازی است. تو محیط مساعد که شما قرار میگیرید، این ابزارهای خودسازی بهتر به شما کمک میکند، بیشتر به شما کمک میکنه. و وقتی اینجور شد، توانایی روحی شما بیشتر میشود. هم استقامت شما، ایستادگی شما، صبر شما، توکل شما، هم ابتکار و جوشش درونی شما، اینا همه با هم است. ما وقتی وارد یک میدانی نشدیم، احساس خوف میکنیم، هراس داریم. استعدادی هم اگر در ما هست، سرپوشیده باقی میمانه.